سلام دوستان وقتتون به خیر باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم در طول روزهای گذشته اتفاقاتی در منطقه ما توجه خیلی ها را به ایران جلب کرده و باعث شده اون چیزی که تو دلشون هست و سریح مطرح بکنن یه حرفایی هست این حرفا رو تو الان نمی زدن. کسی جورت نمی کرده بگه کسی در به این سراحت حرف نمی زده. الان مجبور شدن سریح مطرحش بکنن من میخوام یک گزارش برای شما بخونم از فارن پالسی این گزارش رو تحلیلگر سابق سازمان سیا نوشته کسی که کارشناس سیاست خاورمیانه و امور نظامی هست من دارم درباره کنت ماکل پولاک صحبت میکنم فردی که از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا هم بوده مقاله زیاد نوشته در اندیشکده های مختلف کار کرده درباره روابط ایران عراق عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره همه اینها گزارش خیلی زیاد داشته دو تا کتابم به زبون فارسی داره دو تا کتاب هم این فرد به زبون فارسی داره. میخوایم ببینیم کسی که انقدر در مسئله ایران و مسئله غرب آسیا عمیق بوده است این روزها درباره ما چه میگوید من خواهشم از همه رفقا این هست که یک بار آن چیزی که دشمن داره میگه رو با من همسو هستین یا همسو نیستین با تعمل گوش بدین ببینیم که آقا این ماجرا چقدر درسته و چقدر میشه بهش اعتنا کرد میگه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 میلادی ایران به صورت یک جانبه تلاش کرده تا بر خاور میانه تسلط یابد و ایالات متحده و اسرائیل را بیرون کند میگه از 1979 که اینا به قدرت رسیدن تلاش ایران این بوده که در این منطقه خودش رو وسیع‌تر بکنه در این منطقه قدرتمندتر بکنه در این منطقه موثرتر بشه و آمریکا و رژیم صهیونیستی رو بندازه بیرون آقا این چیزایی که این داره میگه میگه تلاشای صورت گرفته و کارهای صورت گرفته یعنی ماهیت ایران عوض شده یعنی ماهیت ایران قبل از 57 این شکلی نبودی که نگاه بکنه توی منطقه هم نقشای با دفاع بکنه ماهیت ایران از 47 سال 48 سال قبل از 57 تا روز جدایی بحرین بر پایه تکه تکه شدن بوده میگه ما به خودمون اومدیم دیدیم از 1979 به بعد رفتار ایران عوض شده تهران برای انجام این کارها به شدت بر کارزار بی امانه اقدام علیه ها آمریکا و اسرائیل متمرکز بوده است علا رغم اینکه اهداف تغییر نکرده به نظر میرسد ایرانی ها استراتژی کلان خود را به شکلی اساسی تغییر دادند. آقا یه سوال یه سری آدم نشستن توی ایران زیر پرچم این کشور از 57 به این ور هر تظاهراتی برگزار میکنن میگن مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل هر کجا میرن پرچم این دوتا رو میذارن زیر پاشون مگه اینا نمیدونن پرچم یک کشور بی حرمتی کردن بهش توهین به مردم و کشور پس چرا این کارو میکنن آقا چرا دارن فوش میدن به آمریکا و رژیم صهیونیستی اصلا با پاسخش کار نداریم این به عنوان دشمن ما وقتی نگاه میکنه به مسئله میگه اینها میخوان بر منطقه تسلط داشته باشن پیش نیازش اینی که این شوره رو بگه از این شعاره داره نف میبره ایران داره از این شعاره نف میبره به خاطر این باید این کار بکنه و او داره انجامش میده ادامش رو ببینیم فارغ از اینکه چقدر با نگاه او همراه باشیم یا نه ادامش رو ببینیم میگه ما هرگز توانیم مطمئن باشیم زیرا تصمیم گیری ایران همواره مبهم است اما به نظر رسد ایران ناگهان متوجه شده که هویج میتواند ابزار مفیدی برای سیاست خارجی باشد. دو تا نکته رو باید داخل خدمت شما عرض بگام. نکته اول اتفاقاتی که الان داره پیرامون ایران رخ میده آمدن عربستان به سمت ایران گفتگوی ایران با فلان کشور مدل رفتار ایران در فلان نقطه تعامل ایران با فلان گروه کسایی که اصلا خیلی هاشون با ایران دشمن بودن این برای کسانی که در فلسطین اشغالی نشستن برای کسانی که در ریاض نشستند، برای کسانی که در آمریکا نشستن به شدت غیر قابل درکه به شدت رفتار این روزهای ایران غیر قابل تحلیله میگه وقتی نگاه میکنیم این رفتار مبهمه ما نمیفهمیم داره چی کار میکنه ولی برداشتمون از مسئله اینه که ایران چماق رو گذاشته زیر میز هویج رو بلند کرده حالا به چی میخواد برسه از این کار رو ادامهش ببینیم ببینیم که چی میگه میگه تقریبا به هر کجا نگاه میکنید تهران اکنون انگیزه های مثبتی برای همکاری ارائه میدهد سوالی که اکنون آمریکا با آن مواجه هست این است که چگونه سیاست خود را در ازای این تغییر تنظیم بکند میگه الان که اون رفته در نقطه قرار گرفته که عربستان اومده باش گفتگو میکنه یه سری ها اطرافش دارن گستاخی به خرجونن ایران فوق به شکل غیر عادی داره خیشتنداری به خرج میده یه سری ها یه نکته من به شما بگم شاید برای بعضی از دوستان عجیب و غریب باشه یه کسایی به مشکل برخوردن توی منطقه و اومدن به سمت ایران که هیچ سنخیتی با ایران ندارن کی بشه درباره اینها بشه صریح صحبت کرد که یک عالمی از دوستان و دشمنان در حیرت فرو برن نمیدونم ولی یه کسایی اومدن به سمت ایران که اینا اصلا سنخیتی با ایران ندارن حالا این بحث کجاه؟ این میگه اینا داره اتفاق میفته من میفهممش اینو نمیفهمم که من چجوری باید سیاست خارجی خودم خودمو با این رفتار ایران تنظیم بکنم برای چی باید با رفتار ایران تنظیم بکنی؟ مگه ایران وزنی داره آره دیگه وقتی در منطقه خاور میانه میخواد ایفای نقش بکنه باید با بازیگران و مؤثر تعامل داشته باشه الان در این نقطه در برابر ایران نمیدونه باید چیکار بکنه بریم ادامهش رو ببینیم نمونه های زیادی از تغییر ایران وجود دارد ایران با میانجیگری چین به توافقی با عربستان سعودی دست یافته که در ظاهر سود بیشتری برای ریاض در مقایسه با ایران دارد در نتیجه دو کشور پس از یک دهه وقفه روابط دیپلماتیک خود آن را اثر گرفتند آنان حتی در مورد همکاری برای جلوگیری از فرو رفتن سودان به عمق جنگ داخلی با یکدیگر صحبت میکنن آقا چرا برگشته میگه که گفتگوهایی که عربستان سعودی با ایران داره بیشتر از هر کسی به نفع عربستانه در مورد بدیهیات واقعا نباید صحبت کرد فکر می‌کنم اینا بدیهیاته و همه میفهمیمش ولی من بخوام ساده این رو برای شما ترجمهش بکنم میشه این الان آرامکوی عربستان پرسودترین شرکت دنیاست تصویرش رو دارید روی صحبته و مشاهده میکنید یکی از مسائلی که شما برای پیشبرد اهداف اقتصادی بهش نیاز دارید امنیت سرمایه گذاری امنیت اقتصادی اینه که یه نفری بفهمه اگر اومد اینجا پولش رو گذاشت بله این بازار پرسوده ولی این بازار پرسود تداوم داره این بازار متوقف نمیشه خب عربستان بدیهی ترین چیزی که نداشت تو این منطقه به ویژه در حوزه اقتصاد امنیت بود این کجا بهش اثبات شد اونجایی که رفت گرونترین و بی‌نظیرترین تسلیحات آمریکا رو خرید بعد با حیرت صبحش بلند شد اومد من گزارشش رو برای شما خوندم رئیس آرامکو میگفتش که وقتی از خواب بیدار شدم با شلوارک دویدم بیرون رفتم جلو در آرامکو نشستم تو ماشین رفتم با بقیه جلو در آرامکو دیدم همش تو آتیش داره میسوزه. دیدم همش به فنا رفته کار چه کسی بود کار یمنی ها. چه کسی به اینها این, این تسلیحات رو داده بود یمن یعنی در محاصره است عربستان افتخار میکنه میگه من یمن یعنی رو محاصره کردم کسی هم نمیتونه نزدیکش بشه یاد گرفتن به دعای خیر ما اینها یاد گرفتن تسلیحات بسازن اینها یاد گرفتن قدرتمند بشون اینها یاد گرفتن که از دل تحریم ها و محاصره ها خودشان را به نقطه ای برسنن که حالا امنیت دشمنان به شکلی تهدید بشود که چاره ای جز گفتگو کردن نداشته باشن به خاطر این هست که وقتی نگاه میکنه میگه این معامله سراسر سود برای عربستان چون تو اولین چیزی که تو اقتصاد باید به دست بیاری امنیته و داری به دستش میاری ادامهش رو ببینیم میگه ایران همچنین مذاکرات خود را با ترکیه و روسیه و حکومت اسد سوریه درباره یافتن راه حلی برای مشکلات دو جانبه خود در عراق و سوریه با این کشورها اثر گرفته است ایران یک توافق جدید مبادله نفت در برابر گاز با اراق دارد جایی که متحدان ایران حتی پیش از گذشته بر دولت تسلط دارند نکته جالب تر از همه این که پیشنهاد تشکیل یک مجمع منطقه‌ای بدون ایالات متحده یا اسرائیل را داده ایده‌ای که به گونه‌ای خریدار پیدا کرده که یک دهه پیش غیر قابل تصور به نظر می‌رسید میگه ده سال پیش اگه ایران تو این منطقه می اومد میگفت آقا بیایید بشینید دوره هم ما کارا رو بدون آمریکا حلش می‌کنیم میگه اگه ایران اینو میگفت یا میگفت بدون رژیم سهیونسی حلش میکنیم قطعا همه اونها که تو این منطقه هستن قهقهه میزدن گفتن این ابرقدرته 470 هزار نیرو یه شب آورد پشت مرزای تو در عراق خالی کرد صبح اسات زد 20 روز بعدش عراقو گرفت صدام مساقط کرد تو 8 سال با صدام جنگیدی مهدسوی این 20 کل کل عراقو گرفته داری چی میگی بدون آمریکا مشکل حل بکنیم چشم انداخت سمت افغانستان سه سود نیروهاشو خالی کرد تو افغانستان شرق و غرب کشور تو گرفت تو قد و قواره ای داری که ما بدون آمریکا با تو گفتگو بکنیم میگه ده سال پیش اگر میگفتیم اینا رو به ایران میگفتند الان ایران در نقطه ای قرار گرفته که وقتی از توان خودش صحبت میکنه وقتی از قدرت نظامیش حرف میزنه وقتی از اثرگذاری خودش در منطقه حرف میزنه آنهای دیگر یقین دارن که این داره درست حرف میزنه یقین دارن که بلوف زده نمیشه یقین دارن که چرت گفته نمیشه میگه الان وقتی میگه بیایید با هم مشکل رو حل بکنیم کسی نمیخنده خیلی ها اتفاقا دارن استقبال میکنن میگن این ایده خوبیه که باید به سمت شرکت بکنیم ادامش رو ببینیم میگه وزیر امور خارجه ایران به تازگی سفر چهار کشوری به خلیج فارس را به پایان رساند که تحسین ایرانیان را برانگیخت تحسینی که پیشتر هرگز دریافت نکرده بود البته همه این موارد صرفا تبادل گلاب بین ایران و عرب نیست مسائل ماهیتا تغییر نکرده برای مثال جدال با کویت بر سر یک میدان گازی مشترک با امارات بر سر جزایر سگانه و با سعودی بر سر یمن همچنان وجود دارد با این وجود در مجموع طبق استانداردها که ما برای سنجش رفتار این کشورها داشته ایم تغییر روکرد اخیر این کشور تغییری جذاب و واقعی بوده است میگه وقتی نگاه میکنیم مشکلاتش با هیچ کدوم از اینا حل نشده مشکلات هیچ کدوم از اینا با ایران حل نشده ولی در واقعیت این داره گفتگوهایی انجام میده که این گفتگوها فیک نیست فیلم نیست واقعیه نه چیز داخل پنتوز به شما بگم این خیلی هنره که شما با امارات مشکل داری اونم یه مشکل ریشه ای. با کویت همین مشکل رو داری با عربستان به شکلی ریشه تر مشکل داری اما اونها به این جنبندی رسیدن که بالاخره باید با تو گفتگو کنن این چیزی هست که طرف رو مقابل نگاش میکنه میفهمه یه زمانی با خودش میگفته از دل این اختلافاتی که هست شاید بتونم یه چالشی درست بکنم ولی الان اختلافات هست و چالش نمیتونه درست بکنه اینا در کنار ایران هستن اینو نمیتونه تحلیل بکنه این برای آنها غیر قابل تحلیل است و من اینا به شما میگم خیلی از اینا الان وقتی وضعیت رو نگاه میکنن با خودشون میگن باید بریم جلو ببینیم که ایران چه مدل رفتاری قرار هست تحمیل بکنه به منطقه بعد از این داستان متوجه منظور هستی میگن باید ببینیم بعدش چی میشه یعنی احتمالاً مثلا چند تا مرحله تعریف کرده این مرحله شو باید این شکلی طی بکنه حالا باید بریم جلوتر ببینیم ماجرا چه شکلی و به چه شکلی باید به با آن چیزی که داره رخ میده نگاه بکنیم ادامهش رو ببینیم میگه با وجود این روکرد سلطلبانه آن چیزی که باید بپذیریم این است که عشق و دوستی ایران با همه تعمیم یافته اما با اسرائیل و آمریکا تعمیم نیافته در آن مورد ایران به رویه پیشین خود ادامه میدهد نیروهای دریای ایران در برابر آمریکا به تقابل با کشیهای آمریکایی در خلیج فارس ادامه میدهند چقدر بیشرافته هیچ کجاش توضیح نداده که اینا کردند که بچه های ارتش بچه های سپاه چاره ای ندیدن جز اینکه جلو اینها در بیان که اینا حواسشون باشه گستاخی به خرج نده جد میگه که نگاه میکن رفته با همه رفیق شده فقط با آمریکا و اسرائیل رفیق نشده توی خلج فارس نیروهاش دارن در مقابل نیروهای ما رفتار تهاجمی انجام میدن ایران در شش ماه گذشته حداقل پنج بار به نفکش های وابسته با آمریکا یا اسرائیل حمله کرده یا را توقیف کرده به نظر میرسد حتی آزادی اخیر زندانیان بین ایالات متحده و ایران بیشتر به نیاز شدید ایران به پول نقد مربوط می شود تا هر گونه علاقه به تنش واقعی آقا دقت کنید چی شد میگه من اصلا مذاکره اخیر شدم نگاه میکنم این اصلا دنبال رفاقت با ما نیست این احتمالا به پول نیاز پیدا کرده گفته بریم بشینیم یه بکنیم حلش بکنیم تا بعد از این داستان عبور بکنیم ببین داستان چیه ببین اینا همشون دارن از رفتار ایران و از رفاقت کشورهای منطقه با ایران از درون میسوزن از درون دارن آتیش میگیرن قرار بود منطقه با صلح ابراهیم منطقه ضد ایرانی و منطقه اسرائیلی بشود با حیرت داره نگاه میکنه میگه همه اینها رفتن کنار ایران هیچ مشکلی نداره من آمریکا نمیتونم برم من اسرائیل نمیتونم برم من میخوام برم باش گفتگو بکنم کنار من نمیاد جواب من نمیده با من همراهی نمیکنه با من در تقابله باش مذاکره کردم 6 میلیاردم بشدم رفتارش आवाज نشدی خروجی این رفتارها چی شده الان همه اینها که داره میگه چی شده بریم بخونیم از جمعت ببینیم چی میگه میگه همه متحدان منطقه ایالات متحده از این وحشت دارند که آمریکا از آنان در برابر ایران محافظت نکند میگه توان ایران به همه اثبات شد توی این ده ساله قاسم سلیمانی رحمت خدا بر قاسم سلیمانی که در ده دوازده سال گذشته یک منطقه جدید یک خاور میانه جدید رو پیریزی کرد اینا همه اثرات این داستانه حالا من از روی متن بخونم یه زمانی کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه سابق آمریکا وقتی اینها عراق و افغانستان رو گرفته بودن مردم در عراق و افغانستان تکه تکه می شدن عروسی ها به عزا تبدیل می شد مدارس می زدن بیمارستان ها رو می زدن، مردم تکه تکه می شدن او یک زمان سخنرانی کرد گفت این درد زایمان منطقه است آقا درد زایمان منطقه یعنی اینکه یک کودکی قرار به دنیا بیاد دیگه وقتی میگه این درد زایمان منطقه است یعنی این کودک آمریکاییه او افتخار میکرد داشت از آمریکایی صحبت میکرد تو همه جای منطقه دود و آتش رو میدیدی کشورها در آتش میگفت این درد زایمان منطقه است آمریکا اومده ناراحت نباشید از این کشته ها اتفاقات خوبی داره میفته غلط نمیگفت درست تشخیص داده بود درد زایمان منطقه بود اما منطقه ای که منطقه ای ایران و یاران ایران منطقه ای ایران و مقاومت است آمریکایی ها خیلی دیر این حقیقت رو فهمیدن بریم از روی متن بخونیم ببینیم این شکلیه یا نه میگه همه متحدان و منطقه ایالات و متحده از این وحشت دارن که آمریکا از آنان در برابر ایران محافظت نکند میگه اتفاقاتی تو منطقه بین اینا و یاران ایران رخ داده اینا فهمیدن آمریکا اصلا قد و قواره ای نداره آقا چرا این سال ها موشک ساختیم رفیق میتونستیم نسازیم میتونستیم هزینه رو جای دیگه ببریم میتونستیم پهپاد نسازیم میتونستیم تو حوزه نظام کار نکنیم میتونستیم روی یارانمون تو منطقه کار نکنیم امروز منطقه چه شکلی بود امروز به نظرت این حرفا رو درباره ما میزدن یا نه بریم ادامهش رو بخونیم میگه بایدن در این زمینه بهتر عمل کرده است اما هیچ یک از آنان فراموش نکردن که چگونه ترامپیده دفاع از عربستان سعودی و امارات در سال 2019 را کنار گذاشت ترامپ در آن زمان سالها سیاست آمریکا را احتمالا بدون آنکه درک بکند مورد تمسخر قرار داده بود فکر میکنم داره به ماجرای آرامکو اشاره میکنه که آرامکو رفت رو هوا اینا انتظار داشتن آمریکا کاری بکنه آمریکا هیچ کاری نمیتونست بکنه ادامه شو ببینیم در نتیجه طی چندین سال گذشته متحدان خاور میانه ایالات متحده نیاز به کاهش وابستگی خود به ایالات متحده و یافتن دوستان جدید و حامیان بالقوه رو به احساس کردن میگه اینا احساس کردن باید یه حامی بالقوه پیدا بکنن بتونه به اینا کمک بکنه به خاطر این است که ما وقتی به خودمون اومدیم میبینیم مدل منطقه تغییر کرده آمدن به سمت کسی که ما دوستش نداریم من طولانی ترش کنم تا همینجا کافیه به یاری خدا بخش دوم این صحبت ها رو فردا خدمت شما ارائه خواهم داد و مفصل در برای صحبت خواهم کرد اگر نکته داشتین اگر بحثی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین کمک بکنید که گزارش با پیام های شما کامل تر میشه خاک پای همه رفقا هستم خیلی مخلصم خیلی اردت دارم وقتتون بخیر